آقا اینجا گفتن به ما که همه بعد میو کنن، منم میو میکنم. بعدن دست نگیرین منو مسخره کنین، بگین رفتی میو میو کردی، خب کردین من فلان کردی. حالا دیگه میکنم دیگه. میو. سومین پرژن کت ایرانم. اگه اولش بودم خیلی حس بهتری داشتم، ولی خب اشکال نداره. حتی بدن شما به میکاپ احتیاج داره. قضاوت نکنید. قضاوت نابجا نکنید. ما دیشب رسیدیم. خوابیمونم تنظیم. دیشب با دور پرتقاب خوابیمون 12 ساعت اعتراض ساعت. حالا جالبه به ما گفتن که این برنامه پرژن کست 5 ساعت زمان میخواد، 5 ساعت باید حرف بزنیم، ما 1 ساعت بیشتر وقت نداریم. داستان از کجا شروع شد؟ این جالبه. من خب از بچگی عاشق آرایش بودم دیگه، کلا یعنی اصلا همیشه میرفتم رژ لوا، نمیدونم ریمل، همه چی مامانم میدوزیدم. حتی یادمه مثلا موقعی که مامانم ریملش تموم شد مینداخت دور، من میرفتم یواشکی از تو سطل آشغال برش میداشتم، توش آب میریختم اینو زندهش میکردم. ولی مثلا تینیجرینا که بودم یادمه که مثلا همیشه میگفتم من بزرگشم میخوام میکاپ آرتیست شم و من دوست دارم این کار بکنم و اینا. ولی خب خانواده ایرانی دیدین که چجوریه، همیشه میگن نه تو باید دکتر شی، مهندس شی، وکیل شی، فلان شی اینا. یعنی مخالفت خودشون و خانواده من از همون اول اعلام کردن که کلا دور این کارو خط بکش. تا اینکه دیگه وقت دانشگاه رفتنم شد و گفتم اوکی، حالا که من قرار نیست میکاپ آرتیست و آرایشگر این حرفا بشم، حداقل بذار برم شیمی بخونم که بتونم بعدنا لوازم آرایش خودم رو تولید کنم، کارخونه لوازم آرایش بزنم. یعنی مثلا هدف من بود دیگه. خلاصه وسطای درسم هم که بود کار نیمه وقتی رو شروع کردم به عنوان میکاپ آرتیست برند لانکوم، که دیگه اون واقعا دیگه چی میگن شغل رویایی من بود. ریکورد میکنه الان؟ ببین الان اوکیه؟ بذاریم بریم چارلوس رو بریم. بچه بیوتی های من، یعنی ببین همیشه خدای اینو همیشه گفتم، اگه نگفتم یه نفر بیاد بگه من نگفتم، ولی هر اتفاق خوبی که تو زندگی کاری من افتاده من همیشه خودم رو مدیون بچه بیوتی ها دونستم. و اینم واقعا به خاطر حالا بگو شعار نمیدونم این چیزا نیست، واقعا به این داستان اعتقاد دارم که اگر آدمایی نبودن که منو تو این راه ساپورت نمی کردن اصلا هیچ اتفاقی برای من نمی افتاد. اتفاقا دقیقا یادمه موقعی که اون اول شروع کرده بودم به علی میگفتم که وای علی فکر کن مثلا یه موقعی من 100,000 تا فالوور داشته باشم تو اینستاگرام، چون موقع تو اینستاگرام بود دیگه فقط. بعد هی فکر میکردم که وای عجب مثلا عدد عجیب غریبی. بعد دقیقا موقعی که 100,000 تا شدم که مسابقه خیلی آنچنانی هم گذاشتم و این اصلا باورم نمیشد دیگه، یه جورایی مثلا سقف آرزوهام تا یه جاهایی بود. ولی وقتی مثلا فهمیدم که مجله ووگ اسم منو نوشته، مجله هارپرز بازار گذاشته، مجله فوربس گذاشته، یعنی واقعا اینا رو که مثلا من فهمیدم اصلا نمیتونم بگم چه حسی داشتم، به خاطر اینکه واقعا چیزایی نبودن که بخوام از قبل مثلا بهشون فکر کرده باشم که وای اگه یه موقعی مثلا مجله فوربس اسم منو بنویسن مثلا چی میشه. انقدر این آرزو دور بود برام که اصلا بهشون فکر هم نمیکردم. A full pout is one of the biggest trends in the beauty industry at the moment, and it is showing no sign of slowing down. In one of our all-time favorite videos by Sadaf, the beauty blogger shows us how to cheat the trend and fake fuller lips using just makeup. The YouTuber begins with highlighting around her lips and applying bronzer to her Cupid's bow and lower lip to give the illusion of a plumper pout. At home, I want to be
یعنی شاید من اگه یکی بودم که میخواستم تو محیط آمریکایی، تو محیطی که فقط انگلیسی زبانن زندگی کنم، خیلی سبک زندگی من فرق داشت. من خیلی دوست دارم که ایرانی بمونم، فارسی حرف بزنم و همیشه این داستان رو نشون بدم. مثلا بیوتی کان که من رفتم، خب میدونید دیگه، بزرگترین چی میگن ایونت زیبایی که تو آمریکا برگزار میشه. وقتی من رفتم رو استیج، اولین کلمه که از دهن من در اومد گفتم بچه‌ها سلام، من برگشتم با یک، یادم نیست با یک چیه، با یک استیج دیگه فکر کنم، چطورین؟ بعد همین مثلا فالورام که اومدن جیغ زدن فلان. و خب این ببین یه لحظه‌ای بود که واقعا به نظر من لحظه ارزشمندی بود. Fun ladies. بچه‌ها سلام، من برگشتم با یک ویدیو، نه با یک استیج دیگه. چطورین؟ Okay, let's start. So, as you guys probably know, we're doing a neon. و خیلی وقتا هم هست که به من حتی مثلا فالورای خودم هم ایراد میگیرن، میگن تو چطوری میشه که مثلا فارسی حرف میزنی ولی انقدر مثلا کارم میکنی، با برندهای خارجی کار میکنی فلان این حرفا. و میخوام اینو واقعا بهشون ثابت کنم، چون خیلی ها رو دیدم که میان بیرون از ایران و ایرانی بودن خودشون رو انکار میکنن، فکر میکنن که مثلا یه چیز آره، یا مثلا اگه بگن تو زندگیشون تاثیر منفی میذاره. و من میخوام اینو یه جوری به همه نشون بدم که این اتفاق نخواهد افتاد. اگه شما بدونی دارین چی کار میکنین، شما اصلا نه حالا فقط ایرانی، به هر زبونی حرف بزنین شما میتونین خودتون رو ثابت کنین به همه. فلسفت راجع به زندگی چیه؟ فکر میکنی تو این دنیا اومدی که چیکار کنی؟ ببین به نظر من کلن هر آدمی که میاد تو این دنیا یه کاری باید بکنه. خب تو فرهنگ ما خیلی وقتا، نمیخوام بگم همه ها، ولی خیلی وقتا پیش میاد که مثلا خانوما فکر میکنن به عنوان جنس دوم به خودشون مثلا نگاه میکنن، فکر میکنن نه حالا ما یه موقع ناخونامون میشکنه کار نکنیم، یا همش مثلا انتظار دارن بقیه براشون مثلا مردای کارایی بکنن. به خاطر یه چیزی اومدیم تو این دنیا دیگه، نمیشه که مثلا فقط مصرف کننده باشیم، باید کار کنیم، باید به جامعه ای که داریم توش زندگی میکنیم یه خدمتی بکنیم، حالا هر چی. بدون علی که واقعا نمیشد، یعنی همیشه منو ساپورت کرد. ببین از همون روز اول که من شروع کردم این کارو، که شاید خیلی هم بودم مثلا اصلا چی کار داری میکنی، واسه علی هم البته دروغ نگم سوال بود. فکر کنم میخوای الان با یه دختر افسرده توی ایران حرف بزنی و بهش انگیزه بدی، چی بهش میگی؟ دختر افسرده رو بگم میکنم کاری از دست تربیه داده دکتر. نه ولی دختر افسرده، بالاخره خودت هم یه روز یه رویاهایی داشتی و یه روزی دیدی اومد جلوت، اومد تو دستت، درست میگم؟ ببین کلا ناامیدی به نظر من یه چیزیه که آدم سالمش هم مریض میکنه دیگه، چه برسه به اینکه تو مثلا خودت اون پتانسیل هم داشته باشی، خودت هم بخوای به خودت کمک کنی که مثلا بری بخوای یه گوشه بشینی مثلا یه قصه بخوری. این ناامیدی نباید تو آدم باشه. Show me you're open to it. Show me you're open to it. Show me you're open to it.